دوستان عزیز، به شما روز بخیر میگم. امیدوارم در سلامت کامل باشید و آماده واسه ویدیو بعدی ما. ما هنوز در مبحث فیزیک هستیم. کتاب اونیزیش ادقای صفحه 195. شما با من سعید همراه هستید. بعد از اینکه راجع به شتروم لایتن صحبت کردیم، خب مسلما باید بریم سراغ لایت فیشکایت، یعنی توانایی همون هدایت برق هستش. اوکی، متال لایتن شتروم اونترشیدلیش بود. ان زیلبر ایس بایشپیلوایز لایت فیگر از آیزن. فلزات برق خوب هدایت میکنن، جریان برق رد میکنن. نقره به طور مثال هادی تر از آهن هستش. لایت فیگر ام لایت فیگستن، اینجوری صفتش صرف میشه. ما میگیم که در رینهایتسگراد در متاله کن اینفلوس آف دیرن الکتریشن لایت فیگکایت هابن. اینکه درجه خلوصشون، رینهایتسگراد، درجه خلوص خلوص نه خلوص 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 فلزات میتونه تاثیر روی قابلیت هادی بودنشون داشته باشه. Das Siegertreppchen teilen sich Silber, Kupfer und Gold. Das Siegertreppchen, sie heißt es, Treppe heißt es, Pelle, Treppchen, Pelle, Kutschak, Pelle, Kutschak heißt es, Siegertreppchen heißt es, Treppchen heißt es, Sakuya Kahremoni heißt es. دیدین دیگه، یک دوست مثلا تو ورزش کشتی کاراته این چیزا روی سکو میدن. دست زیگر ترپه او در زیگر ترپشن، این ها را فرنیدلیشونگ هست یا فرنیدلیشونگ هم نیست که مخت. اوکی، اون دست تایلین سیش زیلبه کپفه او در گولد گولد. اما ویچه ان ویچه اشتله ایست ویس ایش نیش، از واشانی زیلبر ایست ارس اشتله اون در دناخ کمت کپفه اون کمت گولد. Okay, Reinheitsgebot kommt sehr oft auch in Zusammenhang mit Bier. Also wir haben bayerisches Reinheitsgebot. یه نوع سوگندی هستش که کارخونه‌های آبجوسازی خوردن که آبجو رو رین درست بکنن، فقط هوپفن واسر و مالز مثلا درست بشه. از ضرورت خلوص هستش بهش هم میشه گفتش. زیگه ترپشن که گفتیم. ده گروند ورخوم زیل و ده بیست لایتر ایست ایست دست زیش زنی الکترونن فرای بویگن کنن از اندر الیمنت. علت اینکه چرا زیلبر نقره بهترین هادی هستش، به خاطر این هستش که از دست زیش زین الکترونن فرای بویگن کنن. از دی الکترونن بویگن زیش، اتفاس بویگت زیش، این زیش برمیگرده به فیل بویگن. از دست الکترونن زیش فرای بویگن کنن. دی الکتریشه لایت فیشکایت اوخ از Konduktivität oder EC-Wert genannt, englisch hat sich am Electrical Conductivity, also bezeichnet, als EC wird es bezeichnet, ist eine Stoffeigenschaft und physikalische Größe, die angibt, wie gut elektrischer Strom geleitet wird. Ob ist eine Stoffeigenschaft, یک دونه خاصیت مواد هستش و یک دونه الکتریش گروس هستش، یک بود یا اندازه. از گروس یک دونه به معنی واحد هستش، یک واحد فیزیکی هستش. از گروس مثلا متر ایس آخ انه گروس، کیلو ایس آخ انه گروس، همه اینها واحد ها هستن. گروس اینجا به معنی واحد هستش. دی انگیبت که نشان میده، ادا نمی کنه، پوزم نمیده، بلکه نشان میده. انگیبن هستیه چایگن،
zeigt, wie gut elektrische Strom geleitet wird, که چقدر خوب جریان برق رد میشه. بله دوستان. این از لایتفیشکایت اودر دی لایت از لایتفیش اگه نیک لایتفیشکایت موضوع خودتون باشین تا ویدیو بعدی روزتون بخیر باشه.